سلام دوستان عزیز، به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه آبگوره خانگی هستش. معمولا برای گرفتن آبگوره از انگور عسکری استفاده میکنن که هسته هاش کوچیکتر هستش، ولی از هر انگوری میشه برای گرفتن آبگوره استفاده کرد. شما باید از گوره استفاده بکنید که معمولا نارس باشه و خیلی ترش باشه. اولین کاری که میکنیم سعی میکنیم تمیزش بکنیم، شاخ برگا رو ازش جدا بکنیم. قوره ها رو کامل تمیز میکنیم، شاخ برگاش رو جدا میکنیم، به خاطر اینکه اگه شاخه باقی بمونه موجب میشه که آب قوره گس بشه. بعد از این مرحله داخل یه ظرف بزرگ میریزیم، تمیز میشوریم و صافی عبور میدیم. مرحله بعد برای اینکه آب قوره کپک نزنه، قوره هایی رو که از صافی عبور دادیم رو روی یک پارچه نخی قرار میدیم تا آب سطحی قوره ها کامل خشک بشه. در مرحله بعد از اینکه آب سطحی قوره ها گرفته شد، میتونیم از آب نبگیری خانگی استفاده کنیم یا مخلوطون، یا اینکه ببریم بیرون و از دستگاه های آبگیری بیرون استفاده کنیم. بعد از اینکه آب قوره رو گرفتیم، نیم ساعت میذاریم که داخل یه پارچه میریزیم، نیم ساعت میذاریم کنار تا املاح و پوستش تهنشین بشه. املاح و پوسته اضافه تهنشین شده. مرحله بعد باید صاف کنیم آب قوره رو. برای صاف کردن من از یک توری استفاده کردم. این قسمت که املاح نداره جدا میکنیم. قسمت که املاح داره به این شکل صافش میکنیم. البته من قسمت قبلی رو هم صاف کردم که دیگه هیچ املاحی داخلش باقی نمونه. در مرحله بعدی آب قوره رو روی حرارت قرار میدیم، حدود 15 دقیقه بر روی حرارت بمونه. کفای اضافه روش رو بر میداریم. زمانی که ما روی حرارت قرار میدیم هم مدت زمان بیشتری آب قوره میمونه، هم کپک نمیزنه، هم خوشمزه تر میشه. برای اینکه خوشمزه تر بشه مقداری کمی نمک هم بهش اضافه میکنیم. مرتب کفای روش رو برمیداریم. حرارت باید متوسط باشه. بعد از 15 دقیقه حرارت رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم تا آبگوره سرد بشه. آبگوره که خنک شد، برای اینکه ناخالصی‌هاش کامل گرفته بشه و شفاف بشه، یک بار دیگه من اونو صاف میکنم. آبگوره آماده شد. اون رو داخل بطری های کاملا استریل شده و خشک می‌ریزیم. حتی اگر یک قطره آب هم داشته باشه موجب کپک زدنش میشه. سعی کنیم از شیشه های استفاده بکنیم که دهانش باریک باشه و کوچیک باشه شیشه همون. اگر شیشه داشتیم که درش محکم نمیشد، میتونیم به این شکل ابتدا یک دستمال کاغذی بذاریم، بعد یک کاغذ روش، بعد از اون یک نایلکس و با یک کش محکم رو ببندیم. زمانی که در آب قوره رو باز کردیم، بعد میذاریم داخل یخچال که کپر نزنه. امیدوارم شما هم این آب قوره رو آماده بکنید. اگر خوشتون اومد ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.